با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان در سراسر دنیا از استودیوی بازگشت میدیا در تهران بزرگ به شما عزیزان سلام میکنم. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه. من جلیل مرتضوی هستم. امروز شنبه 16 جولای 2022 میلادی و برابر است با 25 تیر 1401 خورشیدی. دوستان گرامی، سپاسگزارم از توجه شما عزیزان به این برنامه و از پیام‌های بسیار مهرآمیز شما از سراسر ایران و چقدر محبت دارین، چقدر لطف دارید. امیدوارم که شایسته این همه مهر و محبت های شما هستم و نیستم، یعنی کاری که دارم انجام میدم یه وظیفه است، اطلاع رسانی درست در ارتباط با مسائل ایران و جهان، چیزی که خیلی کمیابه در رسانه های ایران ستیز، چون اونا یک هدفی رو دنبال میکنن و اونم هدف ناامیدی و به هم ریختن ایران و به طور کلی صبح تا شب یأس ناامیدی در میان مردم ایجاد کنه. دوستان، اونایی که میان ایران خودشون از نزدیک میبینن. در ایران من بارها گفتم هیچ کی تنها نیست. چرا هر جا میری یه نفر باشون مشغول صحبته، یا وسط صحبتهای شما میخواد یه چیزی بگه یا بعد از صحبتهای شما. به همین خاطر همیشه سرگرمید. خیلی از دوستان تماس گرفتن، دوست دارن که بیان در ایران بیزنس کنن یا بیان بیزنس جدید شروع بکنن. بعضی ها دوست دارن دوران بازنشستگی میخوان بیان ایران. خلاصه خیلی از دوستا اطلاعاتی میپرسن، ما هم در خدمتشون هستیم. اگر خود من ندونم، با کارشناسان خوب و عزیز دوربر زیاد ایران میتونیم از اونها برشون اطلاعات بگیریم. برحال این کشور من و شماست دیگه، احتیاجی نیست که من راجع بهش صحبت کنم. و خود من همیشه وقتی میام ایران واقعا خوش میگذره، به چند دلیل. یکی این که خوب آدم در میان مردم خودشه، با همه میگه، میخنده، صحبت میکنه، سوال میکنه. سوالها شما در خارج یک کسی از شما سوال نکرده، اینجا خیلی سوال میکنن. هم دوست دارن یاد بگیرن یا یه چیزی به شما یاد بدن، این خیلی مهمه. در خارج این شکلی نیست. خود دوستان میدونن، اونایی که هم دوره های منن، سالها تو خارج بودن، به ویژه تو امریکا، وسط صحبت های شما هیچکی نمیتونه وارد بشه، حرف بزنه، چون فرهنگشون فرق میکنه. ولی اینجا همه ماشاءالله خودمونی هن. و اما دوستان، در مورد آپارتمان یه چیز به شما بگم، استقبال بسیار خوبی شده. در ماه مرداد و شهریور آپارتمان پره. دو تا خانواده، یکی در ماه مرداد، یکی هم در ماه شهریور. بنابراین دوستایی که میخواستن از آپارتمان ما استفاده کنن، میمونه انشالله در ماه مهر. اگه خواستید زودتر تماس بگیرید، چون این یه پروسیجر داره، باید شما عضو بشید، بعد خلاصه شما را ما بهتر بشناسیم. اون موقع اگر خواستید از این آپارتمان استفاده بکنید، با کمال، البته مجانی نیست و این آپارتمان هزینه داره، هزینه هم که خدمتتون گفتم. و اما یه خانم دیگه به من زنگ زد از تورنتوی کانادا، هم خیلی جالبه، یک آپارتمان لوکس ایشون تو مشهد داره، تا 2 ماه دیگه آماده میشه. دوستایی که بعداً یه خواستن در اون آپارتمان در مشهد مقدس استفاده کنن، اونم هستش، ولی هنوز اطلاعات کاملشو دریافت نکردم. گفتم که چی کار باید بکنه. این نشون میده که خیلی هم از این که آپارتمان های اینجا دارن خالی مونده و میخوان دوستا استفاده بکنن. به هر حال این یکی دیگه از سرویس های یو اس ایران تی وی برای شما عزیزان در سراسر دنیا. و اما دوستان، برگردیم به مطالب اصلی این برنامه. سفر آقای بایدن به خاورمیانه از اسرائیل تا عربستان بازتاب گسترده ای داره همه جا. چیزی که خیلی مهم هستش اینه، اومدن آقای بایدن به منطقه در حقیقت 2 تا چیز رو میخواسته انجام بده.
اولین چیز مهم این بود که عربستان و سایر کشورهای خلیج فارس رو راضی بکنه تولید نفت رو ببرن بالا که نفت در بازار جهان بیشتر بشه. تا الان بنا به نوشته MBC موفق نشده. همین صحبت ها شده به جز اینی که کی اینا نفتشون رو میبرن بالا. دومین چیزی که صهیونیست ها خیلی بازتاب میدن و گویا یه شاهکاره و اون اینه که آقای بایدن تونسته به طور مستقیم از تل‌آویو تا جده پرواز. باورم نمیشه بابا این کار قبلا هم شده، کسانی دیگه هم این کار کردن، منتها صهیونیست ها اسرائیلی ها محرمانه این کار میکردن. حالا آقای بایدن که رئیس جمهور امریکاست، هم اسرائیل هم عربستان جز همپیمانه، این چه معجزه هستش که از تل‌آویو مستقیم پرواز کنه؟ آخه عربستان که تمام مسائل امنیتی و هوایی اونها دستی امریکایی هستن، آخه این که شاهکار نیست یا این دستاورد نیستش که آقای بایدن انجام داده کسای دیگه نتونستن در امریکا. اینو خیلی باستان میدن که این راهگشایی هستش برای ایجاد روابط بین اسرائیل و عربستان، در حالی که این روابط پنهان بوده و هست. منطقه یادتون باشه من پارسال بود اینا گفتم قبل از اینکه نتانیاهو از سمت خودش کنار بره، یه جریان زمان ترامپ درست کرده بودم، میخواستن که این محمد ابن سلمان عرهی معروف دیگه تو این منطقه به خاطر قتل جمال قاشقچی، اینو میخواستن بیارن در واشنگتن، چون ترامپ سر کار بود گفتن بیا اونجا با نتانیاهو دست بده، اون موقع باعث میشه که شما ارتباط برقرار میکنید، یه جبهه بر علیه ایران درست میکنید، یعنی بله. خلاصه محمد بن سلمان اول راضی شده بود، بعد کارشناسان عربستان که دور برش بودن گفتن آقا جان شما الان جمال قاشقچی رو کشتی، میخوای بری واشنگتن، حالا اومدیم اونجا شما رو گرفتن، البته قرار بود محرمانه این کار انجام بشه. اینا گفتن آقا یه نفر اومد شما رو لو داد، بعد وکلا اومدن شما رو دستگیر کردن دوردن دادگاه، چقدر طول میکشه شما رو بیاریم بیرون، آبروریزی بزرگی، برای چی این کار رفته در دنیای عرب من میپیچه که رفته بود دستبوسی نتانیاهو. خلاصه دقیقه آخر منصرف شد، چون ترامپینا قول داده بودن نه هیچ اتفاقی نه میفته فلان اینا، بفرستن اون کوشنر داماد ترامپ که برای اون کارم ماشاءالله یه پولی هنگفت گرفت دیگه، 2 میلیارد از همین محمد بن سلمان گرفته برای سرمایه گذاری تو اون شرکتی که داره، شرکت مالی تو الان باور کنین عربا دمشون گرمه به قول ترامپ. بگه ترامپ بابا این مسئله رو ترامپ فکر کنم برای همه به طور کلی گفت آقا ما از اینها مراقبت میکنیم، اینا باید پول بدن. گفتش که به کینگ هم گفته، اینو صد بار من گفتم چون سندش هست، این حدس و گمان من نیست. به هر حال آقای بایدن اومده صرفا این مسئله رو، در حالی که آقای بایدن در 2 کشور همپیمان امریکا اونجا هم 16,000 مامورین امنیتی که 600 تا از سیکرت سرویس از جان آقای بایدن مراقبت میکردن، خیابونا رو بسته بودن. در اسرائیل و عربستان که دیگه جای خود داره، خب آقای بایدن رفت و جده، خیلی از طرفداران جمال قاشقچی از جمله مدیر روزنامه واشنگتن پست که جمال قاشقچی اونجا کار میکرد میگه برای ما آقای بایدن کاری کرد که بسیار شرم‌آور بود که با محمد بن سلمان دست داد، یعنی مشتشون رو به هم زدن به خاطر کرونا. ولی آقای بایدن میگه نه، من بهش گفتم من شخص شما را قاتل اصلی قاشقچی میدونم. اینم گفته بود که من مسئول نبودم و کشور ما عده‌ای را محاکمه کرد، در صد که الجوبایر که مشاور هستش برای وزارت خارجه و خود محمد بن سلمان، اون میگفت نه، مقامات عربستان هم گفته بود که
این مسائل پیش میاد تو خیلی کشورها. زندان ابوغرید مگه یادتون رفته؟ یا کشتن خانم شیرین، خبرنگار الجزیره، توسط صهیونیستا. گفت چطور اونجاها مسئله ای نیست برایشان، ولی برای وقتی در عربستان اتفاق میفته این مسئله است. به هر حال ضد نقیض، حالا چقدرشو گفته نه، پشت درهای بسته بوده ما نمیدونیم، ولی به هر حال یکی از مهمترین کاری که آقای بایدن میخواسته انجام بده، بقیهش حاشیه است. یکی این که میخواد مثلا کشورهای عربی و اینا را دور هم جمع کنه، بلکه برای یه ناتوی عربی که عرب ها اونایی که جزو کشورهای مهم عربی، یعنی مسئله را رد کردن، گفتن ما نه علاقه برای برخورد با ایران داریم، نه فکر جنگ با ایران داریم. ولی خب اونا میخوان که این به حساب دفاعی کلی تشکیل بشه، حتی اگر تو ذهنشون بر علیه ایران، که این اتفاق نیفتاد، چون عربا نمیتونن این کار بکنن، برای اینکه ایران حرف اول میزنه در منطقه. آخر دیگه وقتی آقای بایدن داشت میرم میگو به هر حال ما اومدیم بگیم که آقا ما از خاورمیانه بیرون نمیریم، چون با رفتن ما جای خالی برای چین و ایران و روسیه میمونه، ما نمیخوایم بریم که اونا جای ما رو پر کنن. خب اینم یه شعاره، در صدی که مردم منطقه تصمیم میگیرن دیگه، چون تا الان این شکلی بوده. اون چیزی که مسلمه، آقای بایدن مهمترین هدفش فقط نفت بوده، که اگر اینها بخوان نفتشون رو، یعنی تولید نفت ببرن بالا، به بازار بیشتر نفت عرضه کنن، آقای بایدن موفقه که میگه آقا دستاورد من برای اقتصاد امریکا این بوده، و فعلا اون نشده، یعنی هیچ اعلامیه ای چیزی که بدن کشورهای مثل عربستان، امارات، حتی آقای بایدن محمد ابن زاید رو به کاخ سفید هم دعوت کرد و اونا هم گفتن صراحتن که ما با ایران نمیخوایم در بیافتیم دیگه، مسلم، یعنی کاملا آشکاره برای چی، خودشون هم میدونن ایران همسایهشونه، ایران تمام شاهراهای نفتی رو دستشه. این مسئله در گذشته هم اتفاق افتاد دیگه، مگر یمنی ها نبودن که زدن نفت عربستان رو فلج کردن برای 10-12 روز؟ حرف ترامپ چی بود؟ موقع رئیس جمهور بود خیلی هم هارت پوت میکرد بر علیه ایران، حرفش این بود که آقا ایران به ما که حمله نکرد، به شما حمله کرد، خب شما برید دفاع کنید. جالبتر از همه اینه، اینه دوستان، خبر یاهو نیوز، یاهو هم این خبر محرمانه رو داده که مقامات امنیتی در امریکا نگرانن که ایران برنامه‌ای داره برای یکی از مقامات امریکا که میخواد انتقام سردار سلیمانی رو بگیره و باید کسی باشه در حد سردار سلیمانی، و این نگرانی در میان تمام نهادهای امنیتی امریکا روی میزه، نمیدونم باش چیکار بکنن و تمام امکانات خودشون هم راه میندازن که این اتفاق نیفته، ولی هنوز نگرانن. و از طرف دیگه اینا میخواستن مطرح کنن که آره ما فهمیدیم که ایران پهپادهایی را میخواد به روسیه بفروشه، ایران پیشرفت‌ترین پهپاد داره. تا دیروز همه میگفتن ایران نمیتونه سه‌چرخه بسازه، نمیدونم آفتابه بسازه، حالا همه نگرانن که ایران پیشرفت‌ترین پهپاد داره و روسا علاقه دارن بخرن که در جنگ اوکراین استفاده کنن. ولی ایران به هر حال اعلام کرده که ما طرفدار جنگ نیستیم، میخوایم که این جنگ خاتمه پیدا کنه. و حتی آقای امین عبداللهیان وزیر خارجه اوکراین زنگ زده، گفته یه همچون برنامه نیست و فلان. و برحال حالا که آقای بایدن داره میده، قراره آقای پوتین بیاد ایران. خلاصه این یه بازی در حقیقت سیاسی منطقه هستش، ولی منطقه دست اونایی که صاحب منطقه هستن، ایران هم یکی از اینا. ایران هم بارها گفته این منطقه ماست و تو منطقه ما تصمیم میگیریم. ایران این قدرت رو داره، این موقعیت رو داره. یادتون برنامه قبل
از قول اون دوستمون آرش که میگه ایران اینقدر قوی هستش، فقط تنها چیزی که ایران اذیت میکنه این گرانیه، اینم باید جلوی دزدا و اختلاسگران و نفوذی ها رو بگیرن تا ایران یک نفسی بکشه. و در همین نفس ایران این شرایط داره، شعار مرگ بر امریکا رو بذاری کنار، دیگه نیازی نداره، ایران اینقدر قوی هستش، با شعار دیگه زندگی نمیکنه، عمل میکنه. و اما دوستان خیلی جالبه، یکی از مفسران معروف جروسلم پست دیروز جمعه یه تفسیری نوشته بود در جروسلم پست که حزب الله در حقیقت در لبنان و به طور کلی منطقه انقدر قوی شده که با فرستادن 3 پهپاد به منطقه غازی اسرائیل که میخواسته به اینا هشدار بده که شما نمیتونید گازهای زیر دریایی ما رو بدوزید، ما عکس العمل نشون ندید. الان هم که اسرائیل با لبنان داره مذاکره میکنه بر سر به حساب مرز آبی، حزب الله مانور میده، میگه در حال حاضر یکی از کارشناسان ارتش اسرائیل میگه ما در این فکر نیستیم که با حزب الله درگیر بشیم، چون حزب الله آمادگیشو داره. و از طرف دیگه حزب الله اینقدر قوی شده با کمک ایران، در مذاکرات با اسرائیل هم حرف اول داره میزنه. یعنی چه؟ یعنی اسرائیل دیگه نمیتونه مثل گذشته هر آن اراده بکنه به یک کشوری حمله کنه تو منطقه، یعنی کشور دوربر خودش دیگه، مثل لبنان و یا فلسطین و اینا، و نگرانی یا سوریه، نگرانی اینها از لبنان و حزب الله است. و در حال حاضر میگه حزب الله ارتش قوی داره که جنگ با حزب الله یک چیزی نیستش که ما راجع بهش فکر کنیم، ما باید آماده باشیم ولی علاقه به این جنگ نداریم. یعنی چی؟ یعنی حزب الله قویه. خب اینم یه نمونهش، چون در جنگ 33 روزه فکر کنم 2016 بود، کی بود؟ نه مثل این که خیلی چند سال پیش یادم رو بالا، ولی به هر حال الان حزب الله در منطقه حرف اول داره میزنه و توانایی های رزمی فوق العاده بالاست و مانور داره میده روی این. و اما دوستان آخرین مطلب به نظر من خیلی مهمه. روزنامه دیلی میل دیروز جمعه که 15 جولای 2022 میلادی، این مقاله به قلم اندرو نیل نوشته شده. اندرو نیل سابقه طولانی داره در ارتباط با مسائل امریکا. خودش هم در اول مقاله میگه، میگه من از سال از اواخر 1960، یعنی بیش از 50 سال پیش که تحصیلاتم در رشته علوم سیاسی امریکا در دانشگاه گلاسکو در انگلیس در اسکاتلند تموم کردم و از اون موقع تا الان مسائل سیاسی امریکا را به طور حرفه‌ای دنبال کردم و در مطبوعات مختلف به عنوان خبرنگار ارشد در کاخ سفید بودم، در وال استریت بودم. این نوشته های خود اندرو نیل ها در دیلی میل دیروز. میگه حتی با 3 رئیس جمهوری امریکا شخصا در گذشته مصاحبه ای داشتم، مثل پرزیدنت نیکسون، پرزیدنت کارتر و پرزیدنت رونالد ریگن. میگه تو این دوران 50 و چند ساله که مسائل امریکا رو از نزدیک دنبال میکردم، هرگز امریکا را انقدر در بحران سیاسی ندیده بودم که نه تنها بحران سیاسی، میتونه بشه بحران قانون اساسی. و تمام اینها در 2 جمله خلاصه میشه که هم دموکرات ها هم جمهوری خواه انقدر درگیر و گم و گیجن که نمیدونن چیکار کنن. و همه این مشکلات را من در یک نفر میبینم و اون هم ترامپه.
میگه ترامپ یه کاری کرده که اصلا مسائل پیچیده شده و هیچکی راه حل نداره. گفت دموکرات ها هم دست کمی از اونها ندارن. چرا؟ چون آقای بایدن در سنی هستش که 90% دموکرات های زیر 30 سال هرگز علاقه ندارن بعد از این ترم ایشون برای ترم دوم ریاست جمهوری شرکت کنه، ولی برای این کار کسی دیگری هم ندارن. معاون رئیس جمهور که عمدتاً میشه از او مثلا برای ریاست جمهوری آینده یا کاندیداتوری شرکت کرد، محبوبیت آنچنانی نداره. دموکرات هم نمیخوان که او در حقیقت برنامه های اونها را مدیریت کنه، که چون به او زیاد اعتبار نمیدن. حتی در ایالت اوهایو دیده شد که وقتی آقای بایدن رفته بود اونجا برای یک سخنرانی اقتصادی، بسیاری از رهبران اون ایالت که میخواستن مثلا کاندیدای سناتور یا فرمانداری بشن، نخواستن با آقای بایدن دیده بشن. اون تا اعلام کردن به خاطر اینکه اسکجل کاری داشتیم. از طرف دیگه جمهوری خواه ها هم اسیر ترامپ شدن، چون ترامپ هنوز معتقده که انتخابات از او دزدیدن. و خود ترامپ هم آخرین، این همه دوستان از قول اندرو نیل خدمتتون میگم، مفسر انگلیسی مقیم نیویورک، میگه من این مطالب را در آپارتمان خودم که اینجا هستم برای شما گزارش میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگه من با تمام بساب نماینده های دموکرات و جمهوری خواه صحبت کردم. میگه که ترامپ در حقیقت یک دردسری به وجود آورده و اون دردسر به این آسونی از بین نمیره، چون معتقده که در امریکا اتفاقایی افتاده که او قربانی این اتفاق هاست، چون انتخابات از او دزدیدن. از طرف دیگه میگه در آینده، خود ترامپ هم میگه در مصاحبه و نشریه نیویورکر، مجله نیویورکر یا مجله خیلی مهمی، حالا یه روزی راجبم به شما خواهم گفت، میگه در مصاحبه توی مجله نیویورکر گفته که من تصمیم گرفتم برای شرکت در انتخابات، ولی هنوز تصمیم نگرفتم که اعلام بکنم. دیگه حرف صراحت با این صراحت زده. میگه خود ترامپ ممکنه خیلی ها را سپرایز کنه، حتی قبل از انتخابات میان دوره مجلس اعلام بکنه کاندیدای خود را، در صورتی که این در امریکا بی سابقه است. معمولا هیچ ریاست جمهوری، هیچ کاندیدای ریاست جمهوری این کار نکرده در گذشته، همه گذاشتن بعد از انتخابات میان دوره. میگه اگر ایشون نامزد بشه و یه دموکرات دوباره بیاد انتخابات رو ایشون ببازه، طرفداران ایشون این بار نه تنها منظم بلکه مسلح وارد میدان میشن. و در اونجا هستش اندرو نیل میگه که من نگران جنگ داخلی در امریکا هستم، چون هیچ وقت امریکا رو انقدر درمونده وامونده ندیده بودم. میگه وینستون چرچیل همیشه میگفت امریکا دست به خیلی راه ها میزنه تا راه درست را انتخاب کنه. میگه در حال حاضر من میبینم خیلی از راه ها در حقیقت به روی امریکا بسته شده، چون هرج و مرجی که ترامپ و طرفدارانش در امریکا به وجود آوردن به این زودی و به این آسونی حل نمیشه. این بخشی از مقاله اندرو نیل در روزنامه دیلی میل چاپ لندن جمعه 15 جولای 2022. دوستان میتونن برن کل مقاله رو بخونن، خیلی مفصله. به هر حال دوستان، اونایی که برای ایران فهم کردن ایران هرج و مرج و ممکنه همه رو بریزن تو خیابون و اله بکنن بله بکنن، حالا میبینیم که خودشون گریبانگیری همچون مسائلی هستن که امیدوارم هرچی زودتر حل بشه. دوستایی که
پاسپورت امریکایی میخوام بگیرم باید زودتر اقدام بکنن، چون شنیدم هم قیمتش رفته بالا شده 135 دلار باید بدی. اونایی که میخواستن یه زودتر بگیرن با 60 دلار اضافه، از این خبرها نیست، چون انقدر میگه کار من کمه، اگر عجله دارین بنابراین زود اقدام بکنین، چون ممکنه بین 4 تا 6 هفته طول بکشه و شما دیگه نمیتونید برای تابستونتون برنامه ریزی بکنید. گزارشی که در نیویورک تایمز امروز بود، خواستم برای ایران دوستان سیتیزن امریکا اینم داشته باشه. آخرین مطلب رو بگم، قبل از خداحافظی، و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یادتونه قدیما ما هم گفتن ایران نمیتونه سه چرخه بسازه، آفتابه بسازه؟ بچه های ایران دارن ماشین میسازن. نگاه کن به این بچه در استان کرمان، ماشاءالله چه شاهکاره. شما سوار این ماشین بشین، منم ازتون خداحافظی میکنم. حالا انشاءالله از این ور اومدین به ما هم راید بدین. واقعا آدم این داره میبینه حال میکنه. دمتون گرم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، ولی این ویدیو هم حتما ببینید. علیسه رزوی مقدم هستم، از شهر رفسنجان جیپ درساز کوچیکی ساختم. من علاقه به جیپ داشتم چون سنم پایین بود، کسی برام نخرید و خودم دست به کار شدم ساختم. هزینه مالی یا ابزار کار از پدر مادر گرفتم. پدر علی اصغر رضوی مقدم هستم که جیپی ساخته بود. ایشون از روز اول که ما اینو مدرسه رو فرستادیم شروع کرد به دستگاه های وسیله های دستساز میساخت، برد تو مدرسه. مدرسه گفتن این بچه خلاقیت داره، باید ازش حمایت بشه. از ابتدا قطعاتشو خودم طراحی کردم و ساختم. موتورش از موتور 125، ترمزش از دیسک پرایده و پمپش از پمپ پیکانه، لاستیکش از لاستیک فرغونه، فونداسیون شاسی و بدنه اینا همه رو خودم ساختم. جوشکاری، طراحی و ساختش رو کاملا خودم انجام دادم. در حال حاضر مانند یک جیپ ازش استفاده میبرم. حدود 5 ماه مستقل، حتی اگر بگم شبا تا ساعت 12 کار کرده، شاید بیشتر روی ماشین کار کرد تا به بار نشسته. رسینش شتابدهی شهید ستاری، مال مشمه مثل سرچشمه. بعد ما فرستادیمش اوجو، یک کلاس های روباتی کرمان داشت نزدیک به 15-20 جلسه. ما اینو چه خودمون بردیم چه خود شرکت میبرد کرمان، کلاساش رو برگزار میکردن. زمینی که کلاساش رو برگزار کردن، یه امتحاناتی هم ازش گرفتن، گفتن خلاقیتش خیلی خوبه. بعد تو دبیتو جشنواره ایده های خلاق هم شرکت کرد. من در سال 1400 در جشنواره ایده های خلاق هم شرکت کردم و در 225 ایده نفر هفتم شدم. ایده دستگاه عایق پاش جناب آقای مهندس آقایی داد بهم و سازندش من بودم. من الان از این جیپی که ساختم خیلی راضیم و هم خودم هم مادر پدر از این کاری که انجام دادم راضین و باش میتونم بهتر از موتور یا دوچرخه ازش استفاده بهتریم ببرم. مستلزم این است که ازش حمایت بشه و حمایت اساسی بشه. این تو بچه هایی باید حمایت کنن که به جایی برسن و بتونن ازشو در آینده، یعنی مملکت دولت ما استفاده کنه انشاءالله.